ولی در انتخابات ایشون شعاری که داد شعار اصولگرایی بود، اونم خط آخرش، نقطه آخر آخر. دو تا مطلب در ایشون خیلی متجلیه. یکی این که میگه آقا ما مقدمه ساز دولت امام زمان هستیم. از این نقطه آشتی با دشمن نمیذاره. چرا؟ میگه خب آقا تو مقدمه سازی کجا متوقف میشی؟ حد یقف تو به من بگو. یه حد یقف نداره. حد یقف من امام زمانه. امام زمان کجا قراره متوقف بشه؟ هیچ جا. همه دنیا رو قراره بگیره. خب ما مقدمه سازیم. ها؟ آقا پیش قراول اول میره بعد مهمون وارد میکنه دیگه. خب ما مقدمه سازیم، پیش قراولیم. ولی همه چرا باید بریم تا او بیاد؟ یعنی ما اقیانوس هندو بدیم کوتاه میایم؟ نه. این اطلس هم به شما بدیم؟ نه. آرام چطور؟ نه. پس کجا؟ همه جا. کل دنیا. خب دیگه جای مذاکره کجا میمونه؟ جای آشتی کجا میمونه؟ اصولگرایی ویژگیش اینه که با دشمن مذاکره نمیکنه. نکته دوم شعار عدالت. شعار عدالت کمر طاغوت میشکنه. اصلا اونا مشکلی ندارن ایران آباد بشه. ایران آباد بکن، استخوان فقرا زیر این آبادانی خورد بشه، کاخ بساز. خیلی عالیه دیگه، وقتی بیاد دیدنت بیاد تو کاخ میگه ابن نداره بسازن. اونی که او باهاش مخالفت داره عدالته و ایشون شعار عدالت داد. مقام رهبری فرمود بابا اینا اگر عدالت هم اجرا نکنن لااقل حرفشو میزنن. این خیلی مهمه. و 25 میلیون نفر به این رأی دادن. حجت رو برای همه تمام کردن که آقا این مردم اصول رو میخوان. حرف رو بزن، نترس، پای کارن مردم.